Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مسئله محترم در ویدیو قبلی او مثال که برتان کار کردیم او مثال تکمیل حل نشد، میخواییم که در این ویدیو برتان تکمیل کنیم. سیستم اول مدلات را تشکیل کرده بودم، خو قیمت های X1 و Z1 و N1شان پیدا نکردیم. میخواییم که او قیمت هایشان پیدا کنیم. سیستم اول مدلات چه قسم بود؟ 2X1 جمع 4Y1 جمع 3Z1 و جمع 2N1 مدل اول، چون سیستم اول است مدل اول مساوی به صفر قرار میتیم، در سیستم دوم مدل دوم مساوی به یک قرار میتیم، در سیستم سوم مدل سوم مساوی به یک قرار میتیم، در سیستم چهارم مدل چهارم را مساوی به یک قرار میتیم، که چون مطابق به متریکس عینیت شوه. در سطر اول مجموع عناصرشان یک است، در سطر دوم مجموع عناصرشان یک است، و در سطر چهارم مجموع عناصرشان یک است، و در سطر چهارم مجموع عناصرشان یک می باشد. همه قسم ما پیش میبریم. و مدل دومشان 3X1 جمع 6Y1 جمع 5Z1 و جمع N1 مساوی به 0. مدل دیگر شان 2X1 جمع 5Y1 جمع 3Z1 جمع 0N1 مساوی به 0. مدل دیگرشان 4X1 جمع 5Y1 جمع 4Z1 و جمع 0N1، این هم مساوی به 0. این سیستم اول معادلات شد. این به نام چه میشه؟ به نام سیستم اول. سیستم اول را میخوایم حل کنیم. چند معادله در اینجا تشکیل شد؟ معادل اول، این معادل دوم، معادل سوم و این هم معادل چهارم. چهار معادله تشکیل شد. میخوایم که از این قیمت هایشان X1 و Y1 Z1 N1، از این قیمت هایشان به کدام ای به این معادلات به چندین طریقه ما حل کرده میتونیم. خب یک طریقه شان طریقه چی است؟ طریقه کرامر یا طریقه دیترمینانت شان هست، که ما توسط طریقه دیترمینانت ای را حل کرده میتونیم. در اینجا اول ما دلتا را تشکیل میکنیم. دلتا عبارت از ضرایب مجهول ها میباشد. ضرایب مجهول ها یعنی خود اینمی متریکس شده میتواند، که عبارت از 2, 4, 3 و 2. دیگرشان 3, 6, 5, 1. دیگرشان 2, 5, 3 و 0. و دیگرشان 4. ضرایب مجهول هاست. از چند مجهول در اینجا داریم؟ 4 مجهول داریم. از هر یکشان ضریبشان در اینجا نوشته میکنیم. 5, 4, 0. ای دیترمینانت که ضرایب مجهول هاست، ای به حرف دلتا نمایش داده می شود. بعدا چی تشکیل میکنیم؟ بعدا دلتا اکس را تشکیل میکنیم. دلتا اکس چطور تشکیل کرده میتونیم؟ دلتا اکس عبارت از چی است؟ ما قیمت دیترمینانت را هم قبلا پیدا کردیم، پس در نتیجه قیمت دیترمینانت از ایره قبلا پیدا کردیم که دلتا مساوی به چند شد؟ -80. قیمت دیترمینانت را پیدا کردیم. دوم چی را تشکیل میکنیم؟ دلتا اکس را تشکیل میکنیم. دلتا اکس اول در ستون اولشان عبارت از اعداد ثابت در نظر گرفته می شود. باز خودشان ضرایب به x در نظر گرفته نمی شود. ضرایب به y
زید و این را در نظر گرفته می شود. دلتا اکس در اینجا اول در ستون اولشان اعداد ثابت در نظر گرفته می شود. ستون اولشان چی هست؟ یک، صفر، صفر و صفر. خود ضرایب اکس را در نظر گرفته نمی شود. ضرایب وای، ضرایب زید و ضرایب اینشان در نظر گرفته می شود. خیلی ضرایب وای در اینجا چند هست؟ ضرایب وای 4، 6، 5 و 5 می باشد. ضرایب زیدشان چند هست؟ 3، 5، 3 و 4. ضرایب اینشان چند هست؟ 2، 1، 0 و 0. این به نام دلتا اکس یاد می شود. آلی ستون اولشان در حالت خود ماکی دیترمینانت ای دیگه ستون هایشان طرف راست انتقال داده می شود. 1، 4، 3 دیگه ایشان 0، 0، 6، 5 و دیگه ایشان 0، 5، 3 و دیگه ایشان 0، 5، 4 در اینجا آل باز حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی حاصل ضرب قطرهای فرعیشان تشکیل میکنیم. این یک قطر اصلی، این دیگه قطر اصلی، 1، 2، 3 این دیگه قطر اصلیشان و این هم دیگه قطر اصلیشان. قطرهای فرعیشان یک قطر فرعی، دیگه قطر فرعی و ای هم دیگه قطر فرعیشان و ای هم دیگه قطر فرعیشان شد. خب پس در نتیجه از مجموع حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی، 1 ضرب 6 ای که بس ضرب 0 شد ای 0، ای دیگه قطر اصلیشان جمع 0، ای هم 0 میشه، ای دیگه قطر اصلیشان ای هم جمع 0 میشود، ای دیگه قطر اصلیشان هم جمع چی میشد؟ 0. چون در قطر اول هم 0، در قطر دوم هم 0، در قطر سوم هم 0 و در قطر چهارمشان نه 0 است. قطر فرعیشان منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی، ای 0 جمع ای چند میشه؟ ای 1 ضرب 1، 1 ضرب 3، 3 ضرب 5، 15 جمع ای هم چند میشه؟ ای هم 0 میشه و ای دیگه ایشان هم چند میشه؟ جمع 0. پس در نتیجه دلتا اکس را به دست آمد چند شد؟ دلتا اکس را پیدا کردیم منفی 15. دلتا اکس که پیدا شد منفی 15، آل دلتا وای را پیدا میکنم. دلتا وای مساوی به چی میشه؟ در دلتا وای هم اول اعداد ثابت نوشتم. ما که دلتا وای را پیدا میکنیم اول ضرایب اکس را در نظر میگیریم. ضرایب اکس چند هستن؟ 2، 3، 2، 4 بعد از ضرایب اکس ها را که گرفتیم بعد از آن خود اعداد ثابت را در نظر گرفته میشه. اعداد ثابت چند هستن؟ 1، 0، 0، 0 می باشد و بعد از آن ضرایب وای ها را در نظر گرفته نمیشه، ضرایب زید را در نظر گرفته میشه. 3، 5، 3 و 4 بعد از ضرایب زید را در نظر گرفته میشه. 2، 1، 0، 0 حال ای دیترمینانت را که حل میکنم اینمه قسم کار میکنم. ستون اولشان در حالت خود و ستون آخرشان در حالت خود و دیگه ستونهایشان طرف راست انتقال داده میشه. 2، 1، 3، 3، 0، 5 2، 0، 3 میباشد، 4، 0، 4 میباشد. باز هم حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی حاصل ضرب مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی،
این قطرهای اصلی منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی، ای یک، ای دو، ای سه و ای هم چار. خیلی این مسئول به چند میشه؟ قطر اصلیشان اول صفر چون صفر است، قطر دومشان هم صفر است و قطر سومشان هم صفر است، جمع صفر چون صفر و قطر چهارمشان نیز صفر می باشد. قطر فرعیشان منفی مجموع منفی، خب قطر فرعی اول هم صفر، دومشان نیز صفر و سومشان هم صفر، سوم صفر، چهارمشان هم صفر میشه، جمع صفر جمع صفر. پس در نتیجه دلتا وای بدست آمد، دلتا وای مساوی به صفر بدست آمد. اول دلتا زد را تشکیل میکنیم. دلتا زد چطور تشکیل کرده میتونیم؟ اول ضرایب اکس ها را در نظر گرفته میشه، دو، سه. ضرایب اکس ها دو و چار. چون زیت هسته بعد از اکس چه هسته وای، ضرایب وای ها را در نظر گرفته میشه، چار، شش، چار، شش، پنج، پنج. و بعد از او زیت در نظر گرفته نمیشه، اکس و وای را در نظر گرفتیم، چون زیت را پیدا میکنم، زیت به جای زیت اعداد ثابت را در نظر میگیریم، یک، صفر، صفر، صفر. بعد از او این است، ضرایب این را در نظر میگیریم، دو، یک، صفر، صفر. ستون آخرشان در حالت خود، سی ستونشان به طرف راست انتقال داده میشه، دو، چار، یک، سه، شش، صفر، دو، پنج، صفر، چار، پنج، صفر. باز هم مجموع حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی می باشد. قطرهای اصلی شد منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی شد. قطر اصلی اولشان صفر، جمع قطر دومشان صفر، قطر سومشان یک ضرب یک، دو ضرب پنج، ده. و اول دوم سوم، چهارمشان چند میشه؟ چهارمشان نیز صفر میشود. منفی مجمع قطرهای فرعیشان، قطر اول فرعی صفر، قطر دوم فرعی صفر، قطر سوم فرعی صفر و قطر چهارمشان نیز صفر می شود. پس در نتیجه دلتا زد به دست آمد مساوی به چند شد؟ مساوی به مثبت ده. این را هم پیدا کرده تانستیم. حالا چی را پیدا می کنیم؟ دلتا این را پیدا می کنیم. دلتا این چطور پیدا کرده می تانیم؟ دلتا این مساوی به چند میشه؟ دلتا این مساوی به اول ضرایب اکس ها را در نظر گرفته میشه. ضرایب اکس ها چند است؟ دو، سه، دو، چار. بعد از ضرایب وای چار، شش، پنج، چار، شش، پنج و پنج. بعد از ضرایب زیت را در نظر گرفته میشه، سه، سه، پنج، سه، سه، پنج، سه، پنج، سه، چار. بعد ضرایب ای اکس است، ای وای است، ای زیت است، به جای این ما اعداد ثابت استفاده میکنیم. اعداد ثابت چند است؟ یک، صفر، صفر، صفر. ستون آخر در حالت خود این دیگه سه ستون در طرف راست انتقال داده میشه، دو، چار، سه.
سه شش پنج دو پنج سه چهار پنج چهار. باز هم حاصل ضرب مجموع حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی. قطر فرعی یک، ای دو، ای سه و ای هم چهار قطر فرعی. خب قطر اول اصلی صفر جمع، قطر دوم اصلی صفر جمع، قطر سوم اصلی صفر، قطر چهارم اصلی یک ضرب سه سه، پنج ضرب چهار بیست، بیست ضرب سه شست، مثبت شست می شود. منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی پنج ضرب پنج بیست و پنج، بیست و پنج ضرب چهار صد می شود. ای دیگه شان صفر، دیگه صفر شد، دیگه هم صفر است، صفر و صفر. پس در نتیجه از 60 که 100 کم شوه، پس در نتیجه دلتا این برامد چند؟ منفی 40. دلتا ایکس را پیدا کرده تانیستیم، دلتا وای را پیدا کردیم. حال میخواییم که قیمت های ایکس یک و یک x1 و 1 زیت 1 و ای هم x1 دلتا x1 دلتا و 1 دلتا زیت 1 و دلتا n1. اگر بخواییم که x1 را پیدا کنیم، x1 مساوی به چند میشه؟ x1 مساوی به دلتا x1 تقسیم بر دلتا، دلتا x1 تقسیم بر دلتا. دلتا x1 را پیدا کنیم، دلتا x1 منفی 15 تقسیم بر دلتا قیمتشان منفی 80 شد. خب پس در نتیجه x1 مساوی به چند شد؟ x1 مساوی به 15 بر 80. حالا y1 اگر بخوایم پیدا کنیم، y1 مساوی به دلتا y1 تقسیم بر دلتا. دلتا y1 را پیدا کردیم چند شد؟ 0. 0 تقسیم بر عدد منفی 80. عدد تقسیم بر صفر لایتنه، صفر تقسیم بر عدد صفر. خب پس در نتیجه و یک را هم پیدا کردیم چند شد؟ صفر شد. زیت یک را پیدا میکنیم، زیت یک مساوی به دلتا زیت یک تقسیم بر دلتا. دلتا زیت یک را پیدا کردیم چند شد؟ ده تقسیم بر منفی 80 مساوی به چند می شود؟ صفر امرای صفر خلاص شد. پس در نتیجه زیت یک مساوی به چند شد؟ مساوی به منفی یک بر 8 شد. و این یک را که پیدا کنیم، این یک مساوی به دلتا این یک تقسیم بر دلتا. دلتا این یک را پیدا کردیم چند شد؟ منفی 40. منفی 40 تقسیم بر منفی 80. منفی 40 که تقسیم بر 80 شوه، صفر امرای صفر خلاص شد، یک چار چار دو چار هشت. خب پس در نتیجه این یک مساوی به چند شد؟ مثبت یک بر دو. تمام قیمت های اکس یک و یک زیت یک و این یک را در سیستم اول را پیدا کرده توانستیم. حال سیستم دوم را تشکیل میکنیم. سیستم دوم چطور تشکیل کرده میتونیم؟ در سیستم دوم دو اکس دو جمع چار وای دو جمع سه زیت دو جمع دو این دو این مساوی به صفر، چون سیستم دوم است
معادله دومشون مساوی به یک قرار میتیم. 3x2 جمع 6y2 جمع 5z2 جمع n2 مساوی به 1. معادله سومشون 2x2 جمع 5y2 جمع 3z2 جمع 0n2 مساوی به 0. معادله دیگه ایشون 4x2 جمع 5y2 جمع 4z2 جمع 0n2 مساوی به 0. ای هم به نام چی یاد میشه؟ به نام سیستم دوم. سیستم دوم را هم تشکیل کرده تانستیم. چند معادله است؟ یک معادله، این معادله دوم و این معادله سوم و این هم معادله چهارم می باشد. خب حال باز اینمی معادلات را بچی به کدام طریقه پیدا کرده میتونیم؟ به طریقه دیترمینانت یا طریقه کرامرشان ما این معادلات را حل کرده میتونیم. اول ما دلتا را تشکیل میکنیم. دلتا قسمی که قبلا دلتا ضرایب مجهول هاشتا مجهول ها هستا، این ضرایب مجهول ها هیچ تغییر نکرده، پس دلتایشان با هم دیگر چی میباشد؟ با هم دیگر مساوی میباشد. خب دلتایشان این قبلا ما پیدا کردیم قیمت از این دلتا چند برامد؟ منفی 80. هیچ ضرور نیست که ما باز تکرار کنیم. حالا دوم چی را پیدا میکنم؟ دلتا اکس دو را پیدا میکنم. دلتا اکس دو را که تشکیل میکنم چه قسم تشکیل کرده میتونم؟ دلتا اکس دو ایشان مساوی به چی میشود؟ ای را قبلا هم پیدا کردیم دلتا اکس دو. خب او با ای فرق داره. در اینجا اعداد اول اعداد ثابت در نظر گرفته میشه، صفر یک صفر صفر. ضرایب x در نظر گرفته نمیشه، بجای ضرایب x اعداد ثابت بعد از ضرایب y 4, 6, 5 و 5. ضرایب زیتشان 3, 5, 3, 4. ضرایب اینشان 2, 1, 0, 0. حالا این دیترمینانت ما که حل میکنیم چی قسم میکنیم؟ ستون آخرشان در حالت خود و این دیگه ستونهایشان به طرف راست انتقال داده میشه، 0, 4, 3. دیگه 1, 6, 5. دیگه ایشان 0, 5, 0, 5, 3. دیگه ایشان 0, 5, 4. مجموع حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی. قطر اصلی، قطرهای فرعی شان عبارت از چی هست؟ یک قطر فرعی، دیگر قطر فرعی، یه هم دیگر قطر فرعی و یه هم دیگر قطر فرعی شان هست. مجموع حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی مجموع حاصل ضرب قطرهای فرعی. قطر اول 0، قطر دوم 0، قطر سوم 0 می شود. این 0 شد، 0 شد، 0. قطر چهارمشان 4 ضرب 5 20، 20 ضرب 2 40 می شود، مثبت 40. و منفی قطرهای فرعیشان، قطر اولشان 0، قطر دومشان 0، قطر سومشان 0، قطر چهارمشان نه 0، 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0. پس در نتیجه دلتا x2 را پیدا کرده تانستیم چند شد؟ مثبت 40 برآمد. حال میخواین که دلتا x را پیدا کنیم، دلتا y2 را پیدا میکنیم. دلتا y2
اول ضرایب x ها را در نظر گرفته میشه. ضرایب x ها 2, 3, 2, 2 و 4. به جای y اعداد ثابت در نظر گرفته میشه. اعداد ثابت چیست؟ 0, 1, 0, 0. و ضرایب y در نظر گرفته نمیشه، به جایشان اعداد ثابت و ضرایب زجر دیگه نوشته میکنم. ضرایب زجر 3, 5, 3 و 4 میباشد. ضرایب a نشان چند است؟ 2, 1, 0, 0. حالا میخواییم که دیترمینانت را حل کنیم. ستون آخرشان در حالت خود ایسی ستون طرف راست انتقال داده میشه. 2, 0, 3 و دیگه 3, 1, 5 میباشد. دیگه شان 2, 0, 3 میباشد. دیگه 4, 0, 4 میباشد. حاصل ضرب قطرهای اصلی منفی حاصل ضرب قطرهای فرعیشان قطر اول اصلی 0 جمع قطر دوم اصلی 0 قطر سوم اصلی 0 و قطر چهارم اصلی نیز 0 می باشد. مجموع قطر اصلی منفی مجموع قطرهای فرعی. قطر اول فرعی 0 جمع قطر دوم فرعی 0 جمع قطر سوم فرعی 0 قطر چهارم فرعی نیز 0 می باشد. پس در نتیجه دلتا وای 2 را پیدا کرده تانستم چند شد؟ 0 شد. دلتا زید 2 را پیدا میکنم. دلتا زید 2 ضرایب x در حالت خود 2, 3, 2, 4. ضرایب y در حالت خود 4, 6, 5. 4, 6, 5 و 5. ضرایب زید به جای ضرایب زید اعداد ثابت در نظر گرفته میشه. 0, 0. و ضرایب n چند است؟ 2, 1, 2, 1, 0, 0. باز این دیترمینانت کل میکنیم، ستون آخرشون در حالت خود و دیگه سی ستون انتقال داده میشه. 2, 4, 0, 3, 6, 1, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 4, 5, 0. قطر اصلی منفی قطرهای فرعی. و منفی قطر فرعی، یک قطر فرعی، دیگه قطر فرعی، دیگر قطر فرعی و ای هم دیگر قطر فرعی شد. قطر اول اصلی چیست؟ 0. قطر دوم اصلی 0. قطر سوم اصلی 0. قطر چهارم اصلی نیز 0. و قطر فرعیشان اولشان چند میشه؟ 4 ضرب 5 = 20. 20 ضرب 2 = 40 میشود. قطر دومشان 0، قطر سومشان 0 و قطر چهارمشان 0. پس در نتیجه دلتا زائد 2 را هم به دست آوردم چند شد؟ دلتا زائد 2 منفی 40 شد. و دلتا این 2 را می خواهیم که پیدا کنیم. این 2 ضرایب x 2, 3, 2, 4. ضرایب y 4, 6, 5, 5. ضرایب z هم در حالت خود 3, 5, 3, 3, 5, 3 و 4. ضرایب بجای n اعداد ثابت استفاده میشه. 0, 1, 0, 0.
ستون آخرشان در حالت خود دیگه سی ستون طرف راست انتقال داده میشه. دو چهار سه سه شش پنج دو پنج سه چهار پنج چهار قطر اصلی و منفی قطرهای فرعی. قطر اول اصلی صفر جمع، قطر دوم اصلی صفر، قطر سوم اصلی چند میشه؟ یک دو ضرب پنج ده، دو ضرب پنج ده، ده ضرب سی سی جمع. و قطر چهارم اصلی هم صفر. منفی مجموع قطرهای فرعی اول صفر، دومشان چند میشود؟ دومشان سی ضرب پنج پانزده، پانزده ضرب دو سی می شود. پانزده ضرب دو سی، پنج پانزده، پانزده ضرب دو سی و دیگه شان نس صفر می شود. از مثبت پانزده، از مثبت سی که منفی سی کم شود صفر می شود. خب پس در نتیجه دلتا این دو هم بدست آمد چند شد؟ صفر بدست آمد. حال ما میتونیم که قیمت x2 را که بخوایم پیدا کنیم، x2 مساوی به دلتا x2 تقسیم بر دلتا. دلتا x2 معلوم است، دلتا x2 چند است؟ 40، مثبت 40 تقسیم بر منفی 80. 0 امرای 0 1، 1 4 4 2 4 8 میشه، مساوی به منفی 1 بر 2. پس در نتیجه x2 را پیدا کردیم چند شد؟ منفی 1 بر 2 شد. y2 شان مساوی به چند میشه؟ دلتا y2 تقسیم بر دلتا. دلتا y2 را پیدا کردیم چند شد؟ 0. 0 تقسیم بر عدد مساوی به 0. پس در نتیجه y2 مساوی به 0. زایچ دو مساوی به چند میشه؟ دلتا زایچ دو تقسیم بر دلتا. دلتا زایچ دو، زایچ دو چند است؟ منفی 40 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر منفی 80. ای پس در نتیجه زایچ دو مساوی به چند میشه؟ مثبت 1 بر 2. و این دو مساوی به چند میشه؟ دلتا این دو تقسیم بر دلتا. دلتا این دو را قبلا پیدا کردیم، صفر تقسیم بر منفی 80 مساوی به چی میشه؟ صفر. پس در نتیجه این دو مساوی به چند شد؟ مساوی به صفر. از سیستم دوم معادلات را هم حل کردیم. حال سیستم سوم و چهارمشان مانده است. میخوایم که سیستم سوم و چهارمشان نیز برتان حل کنیم تا که بتانیم ما معکوس این متریکس را پیدا کنیم. مسئولین محترم، باقی مانده این سوال در ویدیوی بعدی برتان کار میکنیم تا به ویدیوی بعدی شما را به خداوند پاک لایزال میسپاریم. وقتی خوب خوش داشته باشین. خداحافظ.